با درود خدمت شما شنوندگان عزیز همکنون با برنامه چالش همراه شما خوبان هستیم چالش با درود خدمت شما شنوندگان عزیز با سری برنامه چالش در خدمت شما عزیزان هستیم موضوع این قسمت از برنامه تو یک رهبر هستی هستش شما میتونید در طول برنامه با شماره تلفن دو 31, 638 98 98 98 با ما در ارتباط باشید و پیام ها سوال ها شهادت های خودتون رو برای ما ارسال کنید و ما توی همین برنامه تا جایی که وقت برنامه اجازه بده به اونها پاسخ میدیم. ما صدای شما رو از طریق رادیوی جهانی پارس پخش میکنیم و پیام و شهادت های شما رو به گوش تمامی مردم جهان میرسونیم. در این بخش از برنامه در خدمت سه تا مهمون عزیز هستیم آرش، نازنین و رضای عزیز و طبق معمول کارشناس محترم برنامه فرشید عزیز که از هلند در خدمت ایشون هستیم فرشید جان ادامه بحث تو یک رهبر هستی رو داشتیم که جلسه قبلمون متاسفانه ناتمام موندش و قرار شدش تو این برنامه پیگیری کنیم شنوندگان ما با تماس گرفتن و یک سوالی پرسیدن که روح القدس چطوری میتونه راهنمای ما باشه امکانش هست برامون بیشتر در مورد این موضوع توضیح بدید در ابتدا میخوام سلام از کنم خدمت شنوندگان عزیز و ممنونم برای این سوال سوال خیلی خوبی بود متوجه هستم در آخر جلسه من اعلام کردم که روح بهترین هدیه ماست بله خداوند وقتی که ما رو آفرید یک رهبر آفرید و من و شما یک رهبر هستیم و این رهبر رو تا بود در حضور خودش هدایت میکرد تا اینکه انسان از حضور خدا افتاد ولی این ادامه داره یعنی خدا رها نکرد انسان رو از طرق مختلف از کلامش با او صحبت کرد تا اینکه مسیح گفت من میروم و این هادی و این رهبر رو یا اون هدایت کننده رو در اختیار شما قرار میدم پس چیزی که الان خدا در اختیار ما قرار داده روح القدس هست برای اینکه حالا چرا اینو گفتم به خاطر اینکه اگر ما میخوایم در نقشه خدایی که ما رو آفریده و برای اون هدفهایی که آفریده شدیم و برای اون چیزهایی که اصلا وجود داریم که خیلی براش شاید این سوال باشه اصلا من چرا به دنیا اومدم من مطمئنم با یک هدفی شما به دنیا اومدی شما بی هدف به دنیا نیومدید پس هر هدفی یک رهبر لازم داره که به اون هدف برسونه اون رو و اون رهبر که خداست در اول پیدایش ما رو شریک خودش قرار داد یعنی گفت شما رو شبیه خودم ساختم یعنی شما هم یک آفریننده هستی پس یک چیزی رو هدایت میکنی و وقتی هدایت میکنی در این مسیر شما نیاز دارید با اون آفریننده در ارتباط باشی و در مسیح این ارتباط وصله از طریق روح القدس بنابراین شما میتونین هدایت بشین و میتونین در این مسیر پیش برین و بتونین از او و با, با ارتباط با او اون اهدافی رو که خدا برای اون شما رو آفریده و همین الان در اونجا قرار داده اون رو درش زندگی کنید و متاسفانه خیلی از انسان ها از اون خیلی فاصله دارند برای همین متوجه این نیستن که من یک رهبر هستم من یک آفریننده هستم من امروز رو میتونم با خدای خودم بیافرینم ولی ما چی میآفرینیم؟ متاسفانه چیزهایی رو میآفرینیم که اصلا تو نقشه الهی خدا هم نبوده چون که از او فاصله داریم ولی وقتی با او ارتباط داشته باشین شما میتونین خیلی چیزهای زیبایی رو بیافرین ممنوع از توضیحاتتون فرسید جان در ادامه از رضا جان بشنویم من هم تشکر میکنم از شما سیامک عزیز و درود میفرستم به همه دوستان و شنوندگان مهربان که با ما همراه هستن در این برنامه Uh, حقیقتا من یه مقدار دیدگاه هم در رابطه با رهبری یه مقدار متفاوته uh, نسبت به اینکه به نظر من ما دو تا گزینه داریم یه رهبری و یه مدیریت مدیریت یعنی کنترل مسائل و رهبری به معنای اینکه یک فرد در اصل به عنوان یه رهبر هم میتونه دستور بده و هم میتونه الهام بخش باشه و هم میتونه معلم باشه که خب حالا اینا گذین های متفاوتیه و نسبت به در اصل لوکیشن ها و موقعیت های مختلف در اصل اون کرکتر فرق میکنه اما بلقوه و بلزاد با صحبت های برادر فرشید موافقم نسبت به اینکه تمام انسان ها یعنی آفریدگان خدا قابلیت این رو دارن که هم رهبر باشن هم مدیر باشن و یا هم کارمند باشن و یه انسان معمولی باشن لذا متفاوته حالا من در خدمتتون هستم اگر قرار باشه که بیشتر توضیح باشه که صحبت میکنیم در موردش بنابراین من فکر میکنم حالا در اصل بحث صحبت رو به بقیه دوستان بدیم و در ادامه یه مقدار در از این موضوع رو پالایش کنیم و ببینیم که به چه صورت خواهد بود من هم سلام میکنم خدمت دوستان شنوندگان عزیز و ممنونم که و خوشحالم که دوباره توی برنامه دیگه همراه شما هستیم من هم با صحبت های تقریبا موافقم چون که یعنی رهبر و مدیر دو تا چیز متفاوتن دو تا متفاوتن از نظر من رهبر فرقش با مدیر اینه که رهبر موقعی که یک صحبتی رو میکنه یک کار رو میخواد انجام بده خودش رو هم توی اون کار دخیل میکنه و دقیقا رهبری در یعنی به معنای لغوی رهبر یعنی راهبر کسی که راهنمایی میکنه کسی که اول کار وای میسه و بقیه رو دنبال خودش راهنمایی میکنه که این کار رو بکنیم اون کار رو بکنیم که این کار بهتر بشه و یعنی این رهبر قدرت تصمیم گیری داره قدرت مدیریت داره و برای اینکه یه رهبر خوب بخوایم باشیم باید بقیه نظرها رو هم مثلا نظرهای مخالف رو میشنوه موافق رو میشنوه و تصمیم درست رو میگیره برای همین رهبر اگر بخواد رهبر خوبی باشه خودش میاد سر, پا... سر, کار پای کار وای میسه و کار رو خودش راهنمایی میکنه برای اینکه بخوایم روی انسانها ها تاثیر بذاریم اولین پیش نیازی که وجود داره اینه که خودمون اون کار رو انجام بدیم موقعی که خودمون اون کار رو انجام بدیم بقیه هم اگر بخوایم روشون تاثیر بذاریم که بخوان اون کار رو انجام بدن ما رو یک رهبر میبینن که خودمون اون کار رو داریم انجام میدیم و اونها به دنبال ما این کار رو انجام خواهند داد و این یعنی توانایی تق... الهام بخشی انگیزش انگیزه انگیز دادن توانایی انگیزه دادن به بقیه و الهام بخش بودن و خب به نظر من رهبر خوب بودن اینه که اول ارتباطات خوبی آدم اون کس اون نفر ارتباطات خوبی داشته باشه بتونه با همه ارتباط بگیره و در حقیقت یک حالتی الان بهش میگن هوش عاطفی داشته باشه مرسی از توضیحات خوبت فرشید جان من یه سوالی الان در ادامه صحبت های آرش ها برام پیش اومد به نظر شما همجوری که آرش گفت یعنی رهبر با مدیر فرق میکنه؟ ببینین آرش جان دید جالبی رو مطرح کرد و همینطور رضای عزیز ببینین من میخوام این سوال رو بکنم اون کارهایی که یک رهبر انجام میده چیه؟ یکیش مدیریته ما یک بود دیگه رو در واقع یا یک زاویه دیگه رو این عزیزان نگاه کردن به صحبتی که ما داریم میکنیم یک رهبر وظیفش اینه که مدیریت کنه وگرنه رهبر نیست یک رهبر یا یک ببینین کلمه رهبر رو شاید بهتر شما به عنوان نمیدونم یه چیز دیگه بیم چون من احساس میکنم وقتی تو ذهنتون کلمه رهبر میاد یعنی یه نفر که فاصله زیادی داره با اون گروهی که مدیریت میکنه اون دیده میشه یه جورایی تو ذهن ماها اون رهبر سازی میاد نه اصلا صحبت این نیست من میخوام شما کلا یک زاویه دیگه ای رو نگاه کنید من میخوام بگم که شما رو خدا یک رهبر به عنوان یک رهبر که مسئولیتاش یکیش مدیریت یکیش اینه که دید و رویا بده یکیش اینه که خیلی کارا میتونه انجام بده ببینید من برای خانواده خودم این مثال رو میزنم من نمیام خانوادهمو مدیریت کنم این این فرق میکنه ولی توی این رهبری من در خانواده هم اون مدیریت گنجونده شده یعنی من باید نظم و ترتیبایی رو ایجاد کنم اون مدیریت رو ایجاد کنم تا فرزندم به وسیله اون هدایتی که من میکنم یا خود من و کارهایی که دور برم انجام میشه به صورت خوبی انجام بشه و به نتیجه برسه یه چیزی یاد بده یه دید رویایی رو منتقل کنه و چیزهای خوب رو به دیگران منتقل کنه پس من نمیخوام برم روی اون کارهایی که یک رهبر میخواد انجام بده که البته اونا مطرح خواهد شد ولی مدیریت یکی از اون کارهاست که رهبر انجام میده منم سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در کنار شما هستم فکر میکنم اگر که درست متوجه منظور بردار فرشید شده باشم اینه که خداوند این اتیار رو در همه ما قرار داده بتونیم که برای اینکه بتونیم زندگی خودمون رو رهبری کنیم و به نظر من با قرار دادن روح القدس در ما تو این کار به ما کمک میکنه چون که بعضی وقتا ما توی زندگی واقعا گم میشیم این کنترل زندگیمون از دستمون میره و نمیتونیم که اونجوری که باید و شاید زندگی خودمون و عزیزانمون که حتی خانوادهمون یا اون چیزی که داریم پیش ببریم و بخوایم رهبری کنیم یا به نوعی بخوایم مدیریتش کنیم همطور که بردر فرشید گفتن این مدیریت داخلشه توی انگلیسی میگن You are here for a big reason فهم کنم باید به این اعتماد داشته باشیم و به این اعتقاد داشته باشیم که همه انسان ها روی کره زمین هستن برای یک دلیل خیلی بزرگ و یکی از فکر میکنم معموریت های ما یکی از کارهای ما که باید توی این دنیا انجام بدیم روی کره زمین انجام بدیم اینی که به این پی ببریم و بتونیم با پی بردن به این معموریت و اون ای که اینجا داریم توی دنیا بتونیم با کمک خدا و روح القدس این رو رهبری کنیم و همونطور که خدا برای ما در نظر گرفته و اون نقشه ای که اون در نظر داره برای ما بتونیم اجراش کنیم و به اون برسیم ممنونم از ناظرین عزیز شنونده های عزیز در اینجا به انتهای برنامه رسیدیم فرشید جان اگه میشه با یه دعا ما رو برکت بدین تا ادامه این برنامه رو ما بتونیم در قسمت بعدی ادامه بدیم و سوال مهم خود من از این اتفاقی که افتاد اینه که فرق مدیر و رهبر رو دوست دارم بیشتر بازش کنیم که اینو تو برنامه بعد اگه برامون توضیح بدید ممنون میشیم بله همونطور که میدونید سوالی که شد در مورد مدیریت و رهبری فکر میکنم این برنامه احتیاج داره که در برنامه های بعد بیشتر در مورد موضوعات توضیح بدیم دعا میکنم که خداوند تک تک ما رو هدایت و رهبری کنه در دنیایی که واقعا امیدی در اون دیده نمیشه و راه های مختلفی هست و چیزهای زیادی در مسیر زندگی ما قرار میگیره که ما رو خارج میکنه از اون مسیری که خدا ما رو برای اون تعیین کرده و قرار داده میخوام که اراده خدا در زندگی تک تک شما عزیزانی که این برنامه رو میشنوید و تک تک عزیزانی که اینجا دور هم هستیم انجام بشه در نام عیسی زنده از پدر طلبیدم آمین آمین پس ادامه این چالش رو در قسمت بعدی پیگیر باشید و بشنوید تا درودی دیگر بدرود خدا نگهدار شما شنوندگان عزیز از اینکه تا این لحظه با برنامه چالش ما ما همراه بودین سپاسگزاریم شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون را از طریق شماره واتساپ 2ص31 63۸ ۸ ۸ ۸ و یا از طریق آدرس یnfo at sin pergian و همچنین وبسایت persian world radiw ارسال کنید تاست و انتهاست خالق ماست نام او بی هم تاست سخره ما غلعه ما خدا با ما نام او بی هم تاست یاور ما سرور ما پدر ما نام او بی هم تاست حامی ما حادی ما الف و Messiah, our redeemer, our the rewarder. Yeah. These are the names of God, man of sorrows, friend of sin.